سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل و همه عزیزانی که ویدئوهای بنده رو دنبال میکنن. توی این ویدئو میخوایم در مورد اینکه آرتروسکوپی شونه چی هست صحبت کنیم. آرتروسکوپی شونه توی اتاق عمل های مخصوصی انجام میشه. حالا ممکنه یک اتاق عمل مخصوص برای ارتوپدی و آرتروسکوپی شونه بذارم، ممکنه حالا توی اتاق عمل جنرال هم انجام بشه. خب یک سری آناتومی هست توی شونه که باید در مورد اونها توضیحاتی بدیم که شونه به چه شکلی کار میکنه. ببین، شونه یک مفصلیه که 180 درجه کامل میتونه بچرخه. نوع مفصلش گوی کاسه است و در همه جهتی میتونه این مفصل بچرخه. از چه اجزای کل شونه تشکیل شده؟ از حفره گلنوئید، استخون هومروس، زاده آکرومیون، کلاویکل و همینطور اسکاپولا که اجزای تشکیل دهنده استخون، یعنی کل شونه هست. یعنی کل این حرکاتی که میبینید با استفاده از عضلاتی که به این استخونها وصل هستن و این استخونها خودشون این حرکتها و محور حرکتی رو به وجود میارن که شونه بتونه از سر جای خودش حرکت های اینچنینی داشته باشه. ما فقط دو تا مفصل داریم که حرکات، یعنی در واقع حالا تقریبا میشه گفت سه تا، یکی مفصل شونه است، یکی مفصل هیپه و یکی هم مفصل انگوش شماره یکی، همون شست که میتونیم حرکات 180 درجه انجام بدیم. توی این شونه با مثل هر مفصل دیگه توی کپسول مفصلیش داره مایه مفصلی هست. حفره گلنوئید یک لیبروم داره، یک حالت غشا هستش که اطراف این حفره گلنوئید رو گرفته. ما یک بیماری داریم، حالا یک مشکل داریم که بهش میگن بنکارت لیژن. من قبلا در موردش صحبت کرده بودم. در مواردی که یک نفری، حالا این غشایی که دوره گلنوئید هست از سر جای خودش کنده میشه بهش میگن بنکارت لیژن و یک عمل آرتروسکوپی داره. این ساختاری که میبینید تشکیل دهنده مفصل در واقع شونه هست. این عضله بایسپس و حالا چند تا عضله مختلف میان روتاتور کاف رو با همدیگه میسازن. روتاتور کاف هم یک حالت تاندونی هستش که کل شونه رو سر جای خودش محکم نگه میداره. خب توی اتاق عمل ما برای این بیمارانی که میخوان آرتروسکوپی کنن یک سری اقدامات انجام میدیم. حالا اینجا یه سری لیگامان ها رو میگه و توضیحات بیشتر، و اینجا یک نکته مهمی هست که آکرومیون در زمانی که این استخون هومروس به سمت بالا میخوام ببریم، یعنی دستمون رو به سمت سرمون میخوام ببریم، کامل بالای دست و بالای سر بگیریم، این زاده آکرومیون میتونه روی روتاتور کاف سایدگی ایجاد کنه در بعضی افراد که یک سری اسپورها تشکیل میشه، یک سری زادهای استخونی ریز تشکیل میشه تو این قسمت، باعث میشه که ما توی این قسمت باعث آسیب دگی روتاتور کاف میشه و عمل روتاتور کاف اینجا انجام میشه. که در مورد روتاتور کاف هم من یک ویدئویی آماده کردم برای شما که اون رو هم بعداً میتونید ببینید. این ویدئویی که میبینید کاملا آموزش این هستش که آرتروسکوپی شونه به چه شکلی انجام میشه. خب بریم جلوتر. آها، این یک نکته دیگه، این که بر تمام قسمت هایی که ما یک قسمت استخوانی میخواد به یک بافت نرمی بخوره یک سری بالشتک ها داریم به اسم بورسا. این بورسا ها باعث میشن که حرکات استخوان ها روی عضلات یا روی تاندون ها در واقع تسهیل بشه و آسیب اونها وارد نشه. خب بریم حالا آرتروسکوپیش توی اتاق عمل به چه شکلی انجام میشه. خب چه وسیلهایی لازم داریم؟ ما یه دونه لنز لازم داریم. این لنز ما هستش. لنزهای آرتروسکوپی شونه کوچیکن، 30 درجه، 90 درجه و 30، 70 و 0 درجه میتونه باشه. این فکر کنم 30 درجه باشه. ببین 30 درجه میگن یعنی نسبت به زاویه بالا. اگه این کامل جلو رو نشون بده میشه زاویه 0. اگه یک مقداری به حالت به این سمت باشه میشه 30 درجه. اگه به این سمت باشه، یعنی این محدوده رو بخواد نمایش بده، میشه 70 درجه.
حالا نوع چی که استفاده میشه اینجا بیشتر 30 درجه است. اینم کامرای ما هستش، لنز به کامرا وصل میشه. ببینید دو تا قمن موقعی که به شما کامرا رو میدن با لنز به هم دیگه وصلشون کنید و اینجا نور سرد خودش یک منبع داره که از طریق فیبرای اپتیک، ببینید این فیبر اپتیک به دوربین وصل میشه، دوربین رو کامرا یا همون دوربین لنز رو هم دیگه سوار میشن و نور سردم به لنز وصل میشه تا نور بده و تصاویر ثبت بشه. لنز هم باعث بزرگنمایی میشه. اینجا همیشه هیچ وقت روی شانهاتون قرار ندید، همیشه جلوی لنز و نور، حالا میگن نور سرد ولی نور سردم نیست، یه مقداری حرارت داره و میتونه باعث آتش سوزی بشه توی اتاق عمل. خب شما توی اتاق عمل این چیزی که میبینید از آرتروسکوپی اینجور شکلیه. دست رو حالا اده یک اینجوری نگه میداره، وسیلاش روی یک میز میو هست جلوی سینه بیمار، وسیلای پرکاربرد. جراح هم که به این شکل مانیتور روبروش قرار میگیره و آرتروسکوپی رو انجام میده. حالا اینکه کانولا ها رو به چه شکلی قرار میدن و ابتدای عمل باید چه کارهایی انجام داد هم اینجا فیلمش هست و در موردش صحبت خواهیم کرد. این یک پمپ آرتروسکوپیه. ببین مفصل شونه یک مفصل کوچیکیه و ما برای اینکه بتونیم داخلش رو ببینیم باید یک جریان مایع زیادی اونجا باشه تا مفصل رو از همدیگه باز کنه، بافت نرم رو کنار بزنه و ما بتونیم داخل شونه رو ببینیم. چیزایی که اینجا میبینید این یک کانولای شونه است، کانال آرتروسکوپی مفصله که زمانی که میخوایم بریم داخل مفصل از این کانولا استفاده میکنیم. اینا همون کانولاییه که توی چی هم میتونیم ازشون استفاده کنیم، حتی اونها نیستن ولی مکانیسم کارشون یکیه، توی عملهای لاپاراسکوپی ازشون استفاده میکنیم. ببینید اینجا یه ذره عقب‌تر من بیارم شما ببینید، اینجا یک دوتا چی به این وصله، به کانولای ما دوتا شیلنگ وصل شده. این شیلنگ ها همون مایعیه که از پمپ میاد، میخواد مفصل رو پر آب کنه با جریان و فشار زیاد. روی خود پمپ آرتروسکوپی زده که فشار داخل مفصل، چون سنسور داره و میدونه فشار داخل مفصل چقدره و فشار مایعی که من میفرستم چقدره. اونها خود جراح میگه به شما و شما اونها رو یعنی تغییر میدید. اینجا هم میتونه ساکشن ما باشه که زمانی که ما داریم از این ور سرم میفرستیم از این ور ساکشن بشه، چرا که داخل مفصل در اثر اون حالا شیوری که ما انجام میدیم ممکنه خون بیاد و تصویر ما کدر بشه. پس یک جریان کامل سرم میتونه به ما کمک کنه که یک کلیر ویژن، یک دید شفاف داشته باشیم. اینی هم که میبینید یک کوتر آرتروسکوپیه. وسیلای آرتروسکوپی خب اختصاصی شده برای آرتروسکوپی هستن، همینا رو میتونیم توی مفصلای زانو و مچ دست اینا هم استفاده کنیم، حالا با سایزای بزرگ و کوچیکتر. مثلا یکی از وسیلایی که استفاده میکنیم اسمش پانچه، این پانچه که قشنگ میکنه و یا بایتر هم بهش میگن. این هم که میبینید روی هم دیگه سوار شدش، این سر شیوره، این هم دستگاه شیور ما هستش که یا میکرو موتور. این دستگاه شیور قشنگ کاربردش اینه که داخل مفصل رو با اون تمیزش میکنن. خب چه زمانی ما آرتروسکوپی مفصل رو، یعنی چه اقداماتی با باید انجام بدیم که آرتروسکوپی مفصل انجام بدیم؟ بیمار بیهوش شده، خود جراح میاد و یک مانور میده به دست، یک فیزیکال اگزامینیشن انجام میده. سر بیمار باید فیکس بشه روی تخت. بیمار بیهوش که شد بعدش حدود دیگه پوزیشنش سمی ستینگ 90 درجه است کامل و حالا اون کارهای بیهوشی که براش انجام میشه، SpO2 اقداماتی که برای بیهوشی هست. اینجا یه دونه شان میبندن دور دست بیمار، حالا آنستریل، که این سرومی که میریزه روی پوست بیمار نفوذ نکنه. بعدش میان شانها رو میندازن. شانها به چه ترتیبی هست؟ اول یه دونه شان 90 این زیر، یک شان 90 این زیر، دست رو جدا میکنن، حالا پرپادرپ کردن،
یک شانه 90 بالا، یک شانه بلند این قسمت، یک شانه بلند این قسمت، یک شان روی پای بیمار به سمت پایین. حالا قبلش شما هم فرض کنید که میز میو رو اینجا گذاشتید و پوشش دادید. خب اسکراب میاد وسیله‌هاش رو میذاره جلوی پای بیمار که بده به سیرکولر که اونجا هستن وصل کنه به دستگاه ها. کامرا، لنز، نور سرد، ساکشن، کتر، اینا وسیله هایی هن که ما برای این عمل لازم داریم. جراح هم میاد یک، حالا بعضی جراح این کار میکنن بعضی ها نه، میان سالین رو با اپینفرین قاطی میکنن و میزنن داخل مفصل که هم خونریزی کم بشه هم یک مقداری فضا باز بشه که کانولای اول رو میخوان بزنن. هیچ حدود 50 سی سی است. این سرم با اپینفرینه. یک برش کوچیکی که با تیغ 11 میدن با استفاده از تروکار میرن داخل و سوراخ میکنن کاف مفصل رو و میرن داخل مفصل. خب اینجا میان و کل سیستمی که رو هم سوار کرده بودن، کامرا، شیور و کامرا، لنز و نور سرد رو کامل از طریق همون تروکاری که گذاشتن و الان کانولاش کردن، حالا میتونه اینجا به جای این شیت یه دونه کانولا باشه، این بهش میگن شیت، جایی که از طریق اون بقیه وسیله ها وارد میشه. این همون تروکاریه که بلندش استفاده میشه، میان از طریق شید از اون ورم در میان. شما میاد یه دونه برش کوچیک با تیغ 11 ایجاد میکنید برای کانولای دومتون. کانولا ها میتونه پلاستیکی یا آهنی باشه. خیلی وقتا مثلا فقط این عمل خاصی انجام ندن و فقط بیان داخل مفصل رو ببینن. این ویوی که میبینید توی این عملهای آرتروسکوپی اولش ممکنه یه خورده برای شما پیچیده باشه و چون اورینتیشن ندارید و نمیدونید دقیقاً بخش چی کجا قرار گرفته یه خورده ممکنه گیج بشید، ولی اینجا رو شما سر هومروس فرض کنید، اینجا رو هم گلنوید، بقیه موارد هم به دست میاد. خب دارید میبینید که توی این قسمت جراح میاد و کامل مفصل رو میبینه. این گلنوید، این هومرال هد یا سر هومروس، لیبروم یا همون قشایی که خدمت شما عرض کردم، اونورم تاندونه بایسپس این بالاتر الان نشون میدن، این تاندون بایسپس. اگه زمانی که ما مشکلاتی در بایسپس داشته باشیم اینجا میتونیم ببینیم. اینجا یه سری لیگامان ها هستن مثل سوپر اسکاپولاریس و یه سری لیگامان های دیگه. الان جراح میاد قشنگ داخل مفصل رو میبینه. حالا مشکل چی هست؟ ممکنه بخوان بنکارد لیژن رو درست کنن، بخوان روتاتور کاف رو اینجا دارن نگاه میکنن. به این روتاتور کاف قشنگ الان سالم، هیچ مشکلی نداره از داخل مفصل. ما باید توی فضای آکرومیون هم بریم و ببینیم، یعنی از این بالا هم باید یک برش بدیم و فضای آکرومیون رو هم ببینیم، ببینیم آیا آکرومیون هم این قسمت با روتاتور کاف ما اختلالی ایجاد کرده یا نه. اگه کرده باشه که باید اونجا آکرومیون رو زایدش رو با استفاده از شیور بریم و تمیز کنیم. خب اینجا چون ویو اولیه ما اینجا بورسا هستشون، بورس اون بالشتکای خدمت شما عرض کردم، چون که اونا اینجا وجود دارن قشنگ ویو ما خوب نیستش. اولش میام یه مقداری شیو میکنیم. پس شما زمانی که دیدید جراح داره از قسمت دلتوید میره داخل، یادتون باشه که شیور اولین وسیله باشه که بهشون میدید. شیور خب سایزای خود شیور هم سایزای مختلفی داره، شیور قرمز داریم، شیور آبی داریم، مشکی داریم و انواع شیورهای مختلفی ما داریم که رنگ‌های مختلفی دارن که بر اساس سایز هستن. خود این سر این شیور به شیور وصله و یک مقدار دور داره، اون رو هم جراح به شما میگه که از روی دستگاه تنظیم کنید. این آکرومیوپلاستی برای کساییه که یک مقداری از زائده، مقداری از آکرومیونشون حالت استخونسازی بیشتری انجام داده و یک سری اسپورها به وجود اومده آورده که این اسپورها در زمانی که حرکت هومروس به سمت بالا هست باعث سایدگی این قسمت روتاتور کاف شده و باعث تضعیف و نهایتا در رفتگی روتاتور کاف یا درد در این ناحیه میشه.
خب این یک ساب آکرومیال اسپیس هستش، یک فضا هستش که الان جراح وارد اون قسمت میشه و اینجا میاد آروم اون قسمت اسپورها رو با استفاده از شیور و با استفاده از بر و همینطور اگه خونریزی داشته باشه با استفاده از کوتر اون قسمت ها رو کوتر میکنن. چه مایه برای مفصل استفاده میشه؟ خب این جریان مایه که توی این مفصل برقرار شد چی بود؟ ما اینجا میتونیم از هاف سالین استفاده کنیم یا از سالین خالی، یعنی اگه باید نباید الکترولیتاژ زیاد باشه، یعنی اینجا بهتره که از نرمال سالین استفاده نشه، از هاف سالین یا از هر شبت خدمت شما سالین خالی یا از سرم های قندی استفاده بشه که چی؟ که اناسیل نداشته باشن و باعث انتقال جریان داخل مفصل نشن. اینجا خیلی مهمه که برای ما از اون مایه ها استفاده کنیم. خود کتر هم که میبینید کتر مخصوصی داره، سرش یه خورده بزرگ هستش و داخل مفصل که میره به صورت دورانی راحت میرن و داخل مفصل رو باهاش کتر میکنن. ببینید الان این آکرومیون اگه باشه این بالا میان و با استفاده از بر، یعنی روی شیور بر هم سوار میشه، شیور اون سر شیور رو در میارن و با بر جایگزین میکنن که بتونن این استخون رو از بین ببرن و بتراشنش که اون تماسی که خدمت شما عرض کردم ایجاد نشه. همزمان که دارن شیور میکنن همزمان ساکشن هم انجام میشه، یعنی ببین خونا رو که دارید میبینید خونا در جا ساکشن میشه با استفاده از ساکشنی که الان از طریق اون یکی کانولا وصله و همزمان هم مایه میاد و یک فضای خوبی برای ما ایجاد میشه. در انتهای عمل هم میبینید که فقط اون قسمت ها رو با استفاده از قیچی میکنن، چند تا چسب میزنن به این شکل که مفصل و اون روتاتور کاف و اون کارهایی که انجام دادن سر جای خودشون فیکس بشن. بعدش هم یک وسیله میزنن به اسم اسلینگ اند سوارس، این بهش میگن اسلینگ و دور دست بیمار میفته و یه دونه بالش داره که زیر دست بیمار میفته و این حالتی میشه. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. در مورد ترمیم روتاتور کاف و بنکارت من ویدیوهای دیگری مجزایی میذارم براتون. این یک ویدیو جنرال بود از آرتروسکوپی شونه که هر موقع شما توی اتاق عمل بودید و گفتن که آرتروسکوپی شونه داریم دقیقا به چه روشی و چه کارهایی میخوان انجام بدن. موفق و مؤید باشید.